سرکردگان سپاه خامنه‌ای در واکنش به بحران درونی رژیم بر سر تلفات پاسداران و هزینه‌های کلان جنگ در سوریه بر نیاز رژیم ولایت فقیه به این دخالت‌ها برای بقای نظام تاکید می‌کنند. پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران طی یک سخنرانی در اهواز گفت هدف جنگ در سوریه بشار اسد نیست بلکه نظام است. جنگی که در سوریه در حال وقوع است پیروزی و شکست ما را به دنبال خواهد داشت. به افزود قطعا سرنوشت جمهوری اسلامی در همین جنگ ها رقم خواهد خورد. یکی دیگر از سرکردگان سپاه پاسداران به نام مرادی مخالفت ها در درون رژیم با اعزام نیرو به سوریه را حرف دشمن دانست و گفت ما با تفکراتی در اینستاگرام و فضای مجازی مواجه هستیم که توسط دشمن منتشر می شود. تمامی این تفکرات توطئه دشمن است. اگر ما در کشور سوریه در مقابل آنها نایستیم، در داخل کشور باید با آنها بجنگیم. برای از بین بردن یک منافق در کشور، وجهه ما خراب می شود و این امر بسیار هزینه بر و آفتزاست. در ادامه اختلاف در درون رژیم بر سر اعزام نیرو به سوریه و تحمل هزینه‌های سنگین و پرتلفات، یک رسانه باند خامنه‌ای با حمله به آخوند روحانی در مورد شرکت در مراسم دفن یکی از کشته‌های رژیم نوشت نه تنها روحانی در این مراسم شرکت نکرده بلکه سایر وزرا و اعضای هیئت دولت نیز شرکت نکردند. چند صد متر آن طرف نمایندگان مجلس که نزدیک به نیمی از سال را در تعطیلات به سر می‌برند حاضر نشدند جلسه امروزشان را با چند ساعت تأخیر شروع کنند و در مراسم شرکت کنند. این رسانه حکومتی افسود در بسیاری از مواقع بین مردم و حاکمیت شکاف‌های عمیقی ایجاد شده و یکی از مصادیق آن ماجرای امروز است.